تأکید جنبش رستاخیز برای تغییر با کنارگیری رهبران حکومت وحدت ملی، این جنبش امروز راهپیمایی را به همین مقصد پس از برچیدن خیمهشان راه اندازی کردند. بررسی همه جانبه رویداد خونین چهارراهی زنبق، کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی، بر کناری مشاور شورای امنیت ملی و مسئولین نهادهای امنیتی و نیز اقدام سازمان ملل متحد برای آنچه آنان خودکامگی حکومت می‌داند، از خواسته های مهم تظاهر کنندگان امروز است. و اما خواسته های جنبش رستاخیز برای تغییر چقدر ریشه مردمی دارد و آیا در شرایط کنونی ممکن است که به یک بارگی همه مقامات حکومتی کنار روند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای صوابالدین مخکخ، آگاه مسائل سیاسی، و آقای رامش نوری، عضو جنبش رستاخیز برای تغییر. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای مخکخ، نام بردن از اشخاص مشخص به چه معنا است؟ اینها دنبال چی هستند؟ من نه سلامونه و خیلی چاره تاست و خورشید میلوان و لیدون کتا دیو زوان پا حیس بانده، دیو افغان پا حیس بانده دی عمل سپارخته نکوم، دی طرفداریم چه دی هاگ و دیموکراتیکو لار و چارونا چه دی خپل و حقوقو دی غختن لپاره و دی مشروع حقوقو دی غختن لپاره باید په دیموکراتیک نظام کې چې افغانستان د دغسې یو هیواد کې نظام کې چې ولسواکي هلته حاکمه وي باید ترسره شي، ولسونه یې ملاتړ وکړي، ځوانان یې ملاتړ وکړي او پخپله یې ملاتړ کړم. ولې پوښتنه او خبره دا ده چې موږ باید فکر وکړو چې آیا دغه غوښتنې چې مثلا د مختلفو مدني حرکتونو له لارې کېږي، که هغه مظاهره یي، که هغه لاریون وي، که هغه کنفرانسونه وي، مختلفې نورې لارې چارې، آیا دغه غوښتنې مشروع دي، له قانون سره په ټکر کې دي او که نه دي. که چیرته دغه غوښتنې مشروع وي، دغه غوښتنې واقع بینانه وي، دغه غوښتنې د دولت باندې د نظارت وي، دغه غوښتنې د ابتدایي خدماتو د عرضي وي، دغه غوښتنې د ولس د غوښتنو برابر وي، د ولس د مورال سره برابر وي. دغه غوښتنې د ولس د غوښتنو پر برابر دي او که نه؟ اوس ګورئ، هیڅ هر هغه څه چې اساسي قانون د افغانستان د انتخاباتو قوانینو د افغانستان نور مختلفو قوانینو پیشبینی کړي دي، هغه صریحا واضح دا وایي چې د ولسمشر ازل، د ولسمشر لرې کیدل، یا هغه شل صلاحیتونه چې اساسي قانون ولسمشر ته ورکړي، چې د وزیرانو لرې کول او د امنیت د شورا لرې کوم د مشاور لرې کول او ځینو نورو مختلفو دولتي ارګانونو عزل، تقرر، د انفکاک، مختلف نور مسایل دا د افغانستان قوانین واضح کړي چې د چا صلاحیتونه دي. که چیرته په یو شخص باندې نه دی یو حقوقي شخص په توګه باندې، بلکې د یو فرد، تاسو فکر کوئ دوی دا حق نه لري چې دا غوښتنه ولري چې باید ولسمشر او د شورای امنیت سلاکار باید له دندو ګوښه شي؟ نه لري، هر څوک، هر فرد د افغانستان چې کله یو رایه ورکوي، یو ولسمشر ټاکلی شي، یو ولسمشر ته مشروعیت ورکولی شي، بیا د ټولنې او د افرادو په حیث باندې او بالاخره په کتلوي شکل ملت ولسمشر ټاکي، بیرته هم دا ملت دا حق هم لري چې دا رایه ترې واخلي. ولې؟ خپله طریقه لري، خپل چوکاټ لري، خپل اصول لري، او هغه قانون پیشبینی کړي دي چې څنګه نه په دې طریقه سره چې جرم، ګناه، کوتاهي، غفلت ته پیوزي کی او دوی د مثلا ګوته بل چاته نیسي. دغه حرکتونه سیاسي حرکتونه دي، د دغو حرکتونو تر شا نور افراد او اشخاص شتون لري. بدبختانه زموږ د ټولنې ځینې هغه ځوانان چې موږ یې تکنوکرات ځوانان بللی شو، موږ یې تعلیم یافته او تحصیل یافته ځوانان بللی شو، هغه د ځینو اشخاصو په لومو کې راګیر شوي دي، لومو نه استفاده کوي. آقای نوری، حرکت های شما حرکت های سیاسی است و شما حق ندارین، مشروعیت نداره این خواستتون که باید مقامات حکومتی کنار برند. آقای صوابالدین میگن. به نام خداوند، به عرض سلام به شما و همکاران نهایت گرامیتان و مهمان نهایت گرامی در بس و بیننده های نهایت عزیزتان، شما ببینید این مشروعیت قانون اساسی میده. قانون اساسی ماده 21، ماده 25، ماده 27، ماده 31، ماده 35 قانون اساسی حق اعتراض، آزادی بیان و بلند کردن صدا را به تمام شهروندان افغانستان به صراحت داده و این را تمام مردم افغانستان خوب تر میدانند. ببینیم امروز 12 سرطان هست. ما در 12 جوزا مانی، بلکه مردم افغانستان رستاخیز تغییر از بحث مردم شکل گرفت. در 12 جوزا مردم به جاده ریخت، اما آقای رئیس جمهور، حکومتش و نیروهایی که
آقای رئیس جمهور سرقومندان این نیروهاست، 6 تن از معترضین با فیر کردن مرمی به چهره هایشان و به تقدیرشان و به سینه‌هایشان شهید ساخت. بعدم 27 رمضان شبی بود که در تاریکی شب با 54 آنوی و تانک آمد و معترضین از زیر تیر تانک کرد و به سینه این معترضین به مرمی ساخت. ما 8 شهید دادیم. رئیس جمهوری که سرقومندان اعلاست، هیچ امری در نظام تمامیت خواه و انصار گرایش از او دور نیست. این امر فیر میته و جنایتکار نیست و ما حق خواستن به دادگاه کشیدن و برکناری و شفای از ایره نداریم. که آقای رئیس جمهور جنایتکار هستن؟ سرقومندان آلا بدونش هیچ عملی صورت نمیگیره، از آقای دوستم گرفته تا افراد دیگه. ادعای ازیره در نظام در 3 گذشته داشت، یعنی که رئیس جمهور تمامی عمل کرده. رئیس جمهور در قتل شهروندان دخیل هست؟ ما باور داریم که در شهید ساختن معترضین، گارنیزیون کابل، نیروهای ویژه رئیس جمهور پی پی اس و پلیس سم دارد و من باور دارم در رأس کل از این آقای رئیس جمهور است. در کنار این مسئله ما به وضاحت آمدیم که ما به جاده ما را کسی ناورده، حزب سیاسی ناورده، فرد ناورده، بلکه فاجعه ای که در جامعه افغانستان رخ داد ما را به جاده کشاند. تشکیل این جنبش و حرکت های شما را سیاسی عنوان کردن آقای مخکر؟ ببینیم تشکل این جنبش آقای محقق هم دیدن که بر اساس اعتراض روز جمعه که 12 جوزا از شکل گرفت، اما این اعتراض بر اساس یک فاجعه که منشأش عمله انتحاری 10 جوزا تشکل پیدا کرد. بعدها خواستهای سیاسی مطرح شده از طرف این جنبش. شما ببینید اگر خواست ما ایست که رئیس جمهور در 3 و چند ماه گذشته باعث از نه تنها رئیس جمهور، رؤسای نهادهای امنیتی، آقای عبدالله در کل مشاور امنیتی، پس چرا آقای مخکک میگن که اجازه بده شما سیاسی هست؟ اگر میخواین که شما پاسخ بدین خب بیاین در جای ما بشینید. آقای نوری من میپرسم پس چرا زمانی که شما میگین که خواستار سیاسی نیست چرا سوالات ما رو نگذاشتید که پاسخ بدم؟ برخورد شما سیاسی است. اجازه بدین من سوال شما رو پاسخ بدم. پاسخ تا نیست که برادر آقای کنی عبدالله و سران نهادهای امنیتی در 3 و چند ماه عمرشان افبایز از عدم بی‌کفایتیشان، از عدم کاریشان 75,000 شهروند افغانستان کشته شده است. پاسخ همیده کی میته؟ 2 در 1 ماه رمضان 1500 شهروند افغانستان به قتل رسیده. این دیده میشه که اینا توانایی امنیت ندارن. از کجا میگید سیاست های نوری؟ از همین که کشته شده برادر، هر روز انتحار، انفجار اتفاق میفته. آیا شما وضعیت اجازه بدین وضعیت امنیتی، وضعیت انفجاری که در 400 بستر شد فراموش کردین؟ آیا انتحاری متربمی که 500,000 نفر در چاره زنبق کشت شما ایره فراموش کردین؟ سپاسگزارم. آقای مخکک، خواسته های جنبش رستاخیز تغییر سیاسی نیست و رئیس جمهور دست داره در قتل شهروندان؟ گوره ده هر خبر کول مسئولیت و مسئولیت پذیری باید که مراعت شی. هم ده موضوع چه که اوس مثلا مختلف ارگانون منگ متهمه او لمده تاسیو گوره چه ده کابل گارنیزون پتیر وقت که متهم که ده اوز بیا متهم شو. هم ده افغانستان لوی سران ولی ده افغانستان عدلی و قضایی ارگانونو د کابل د گارنیزون محترم قومندان ته وغفرات چ په دې کې متهم ګڼل سی یو هغه بری ذمہ اعلان کړ او هغه ویل چې هیڅ څنځ نشته د وظیفه تعلق کې و دمدې د خواسته او د غوښتنې مطابق هغه ته بیرته برات ورکشت تاسو خپل وظیفو ته ادامه ورکې. دا یو موضوع کچیر یو سړی یو دایه لري څوک یو دایه کوي باید د یو مسؤلیت پذیره شخص په حیث باندې د یو مسؤلیت پذیره فرد په حیث باندې د افغانستان د ټولو ښاغلی مخکر هغه ویډیو چې په اجتماعي رسنیو کې لاس په لاس وي کې مشخصا معلوم دي چې ښاغلی ګلنبی احمدزی دستور ورکړی دی ډزو په هره ویډیو هر سند هر تصویر هر هغه شی چې په هغه باندې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دلیل او ثبوت او د سند په حیث رایه کېدی شي هغه تحلیل او بررسي ته ضرورت لري. تاسو په اجتماعي رسنیو کې ډېر دغسې انځورونه وینئ چې تنه یې د یو چای سر د بل چای مختلف ښاغلی احمدزی غږ چې تر څو د افغانستان د کریمینل تخنیک اداره، د افغانستان لوی څارنوالۍ، د افغانستان د غږ د تثبیت هغه مختلف دستګاوې او ادارې چې شتون لري هغوی تثبیت نه کړي چې دغه شخص او فرد غږ ده،
من هیڅ کله نشویلی او دغه کار لوی څارنوالی و که لوی څارنوالی دغه محترم کس چې تاسې ورته ګوتنیونه کوئ د ګارنیزون قمندان هغه بریوزي مه اعلان که دا یو موضوع بنان هر هغه څه چې یو څوک متهم کیږي د مسؤولو اشخاصو په حیث باندې د مدني ټولنې په حیث باندې موږ باید کره اسناد او ثبوت ولرو دا یو موضوع بله موضوع اساسي قانون د افغانستان هر غړي ته حق د اعتراض ورکړی ولې همدغه اساسي قانون د همدغه اعتراض د مسیر معلوم کړی چې باید دوی مکلف دي چې د اعتراض مسیر معلوم کړي چې له کوم ځای نه تر کوم ځای پورې دوی حرکت کوي محل د تجمع چې له کوم ځای کې دوی راغونډېږي دا اساسي قانون دی وخت او د شروع د دغه اعتراض او د تجمع او وخت ختم دا ټول باید اعلان کړي که چیرته دغه دوی نه اعلانوي د همدغه اساسي قانون په مقابل کې د همدغه قوانینو په مقابل کې چې دوی غواړي اوس خپل حقوق او وجایب تر واخلي بیرته دوی مسؤول دي ځکه ته قانون تر پښو لاندې کوي او د ښاغلي نوري وویل چې دا ولسمشر اوس دستوري ورکړه څه اجازه لاریون کوونکو باندې باید ډزې وسي اجازه راکړم هر هغه کار چې ته له قانون سره په ټکر کې کوې هر هغه کار چې د قانون سره په ټکر کې راځي هغه خپله یو نامشروع عمل او جرم کېږي اوس که چېرته موضوع د دې چې ښاغلي ولسمشر دوی ګوره د کابل په ګارنیزون په قمندان باندې هم اتهامات وارد کړل مهرباني دې وکړي لومړی د هر هغه څوک چې دوی متهم کوي د هغه په مقابل کې د همدغه تاسو رسنیو ته همدغه مدني ټولنو ته همدغه عدلي او قضایي ارګانونو ته چې موږ تاسو پرې باور لرو هغوی ته دغه اسناد وړاندې کړي دوی په تېره کې ګارنیزون کابل قمندان د امنیې قمندان د کابل متهم کړ ولسمشر په ډېره سړه سینه سره هغوی وظیفې تعلیق کړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړه اوس هم که ته ستونزه لرې لاړ شه د نظارت لپاره لاړ شه د تدقیق لپاره لاړ شه د نورې څېړنې لپاره همدا اوس عدلي او قضایي ارګانونه به هماغه اسناد او شواهد د تا په خدمت کې درکې معلومه که چېرې اختیار دا کس مسؤول و که نه و یوه خبره بله که چېرته ته وایې چې په افغانستان کې امنیت ستونزه نه لري دومره کسان مړه شو دا وشو ها وشو همدغه جنبش د رستاخیز همدغه ملګري همدغه ځوانان چې پکې تکړه ځوانان شته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د افرادو ښکار دې نه کېږي د شومو اهدافو ښکار دې نه کېږي سیاسي حرکتو ښکار دې نه کېږي را دې شي د امنیت د بهبود لپاره ګورې د هیڅ سیاسي ډلې پورې اړ نه زه راځم همدې ته اشاره کوم چې دوی څنګه که دوی چیرته سیاسي غوښتنه لري په سیاسي ډلو پورې مربوط نه وي دوی هدف رښتیا د افغانستان د امنیت د کابل د ښار د امنیت ښه کېدوی مهرباني دی وکړي همدا اوس دوی د افغانستان د امنیت د بهبود لپاره په افغانستان کې د توریستي حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ارګانونو کې د نفوذي اشخاصو د پیژندنې د مخنیوي لپاره همدا اوس د دوی لاړ شي له امنیتي ادارو سره د کومک وکړي خپل نظریات ورسره شریکې د تاسې رسنیو له لارې دې دغسې یو سمپوزیم دغسې یو کنفرانس دغسې یو غونډه راوبلي چې په هغه کې دا واضح شوي وي چې موږ څنګه کولی شو په دغو مختلفو برخو کې چې ما ورته مخکې اشاره وکړه مرسته وکولی شو دا اوس مشخص افراد شتون لري مشخص کړی زورواکان شتون لري د تاسې تېر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې اظهارات واورېده د نورو مختلفو کړیو اظهارات هم واورېده چې هغوی د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري او غیر مسؤول وسلوال لري هغوی په قاچاقو کې لاس لري هغوی په موادو مخدره او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې لاس لري جنبش رستاخیز د مهرباني وکړه د خلکو په ضد یوه اعلامیه خپره کړي نمونه دې راواخلي فشار دې راوړي چې رئیس جمهور یې محکمه کړي اقای نوري اقای مخکک میگن که اقای ګلنبی احمدزی از طرف دادستانی کل کشور بر لزمه اعلام شده و هر عملی که خلاف قانون باشه عکس العمل در قبال داره و اگر شما واقعا میخواهید که وضعیت امنیتی در کشور بهتر شود برنامه ارائه بکنین و با نیروهای امنیتی همکاری بکنین شما ببینید اینجا کلپ است که نهادهای امنیتی پذیرفت دادش اگر میخواین من پلیش کنم و بگذارم که بیننده های شما ببینن که گفتگوی مستقیم آقای گلنبی احمدزی قمندان گارنیزون و قمندان امنیه هست که هر دوی از این پیش مردم افغانستان مشکوک است. این دو نفر به ویژه آقای گلنبی به صراحت میایه حکم کشتن مردم افغانستان و شهروندایی که هیچ سلاح هیچ ابزار برای تخریب مردم افغانستان ندارن اقدام میکنن. این هر به این معنا است که ما سند قانونی داره و نهادهای امنیتی هم این را تایید کرده. در کنار این مسئله ببینین بحث از قانونی بودن مظاهره کرد شما برین این کامره هایی که در بالونا نشان داره که ما فیلم مظاهره را داریم به خاطری که تثبیت کنیم که کی فایل کرد کی هدایت داد ما یک سند گم داریم که در این نزدیکا ممکن است فردا پس فردا در حضور همه رسانه این سند ما فاش میکنیم که از حکومت است و از این زده بند ها است با توجه به همین مسئله شما ببینین اون فیلم سعی کنین هیچ مظاهرچی دست به عملکرد غیر قانونی نزده است تا اینکه در چارای زنبق تمام معترضین میان اما حکومت از اینکه به چارای زنبق برسن و جنازه غیابی خود برگزار کنن متوقف میسازد با آب که سنچل دارد با آب که از فضلات جمع شده میزندش با دنده میزند تنها دو دنده در فرق میخورده دارد که اعتراض حق شهروندی افغانستان است رئیس جمهور و حکومتش آمده قانون اساسی افغانستان نه تنها در این مظاهره بلکه در تمام
تمامی مزارعها بند ساختند. گپ بعدی که ما داریم ایست که بحث از مسیرهای قانونی شد. ما قبلا از طریق رسانه ها مسیرهای خودم مشخص ساخته بودیم، مثل که در اعتراض امروزی ما رسما 48 ساعت پیش طبق قانون تظاهرات به گارنیزون مکتوب دادیم، اما گارنیزون آمد بدون در نظر داشت و بدون پاسخ به مکتوب ما گفت که مسیرها را ما بند میکنیم، شما حق اعتراض ندارید. فکر میکنید چرا گارنیزون کابل با شما این گونه برخورد میکنه آقای نوری؟ وقتی شما ببینین گارنیزون قصد نداشته نیست، حکومت افغانستان که در رأس سرقمندان اعلی قرار دارد، حکومت هایی که نه مشروعیت سیاسی دارند که بر اساس قانون اساسی افغانستان شکل گرفته باشد، حکومت هایی که مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، حکومت هایی که مشروعیت سیاسی و مردمی ندارد، این حکومت ها یک جبن دارد از اینکه مبادا مردم به زور اینا را از کرسی ارد دور کنند. ما باورم اوست که برای بهبود امنیت و بس از مشکوکیت افراد کردن، این اولین ادعای ما نیست بالای نهادهای امنیتی، بلکه قبل از ما خانه ملت نمایندگان مردم افغانستان با سیدی آمدن ادعا کردن و سند ارائه کردن که افراد در نهادهای امنیتی در رأس امنیت است، به ویژه آقای حنیف اتمر که در دست زدن به عملکردهای غیرقانونی، کشتن و ایجاد گروهک های چون داعش اینا نقش دارد. برین سندای آجی قدی رو ببینین، بسرات سی دی آورد برای شما، برین گفته های احمد بیزاد نماینده پارلمان مردم افغانستان ببینین. فکر میکنید که چرا با این صداها و ویدیویی را که حالا شما هم پلی کردین چرا توجه نمیشه؟ حالا گفته میشه که دادستانی کل کشور هم با آقای گلنبی احمدزی برات داده. من فکر میکنم اگر قرار باشه برائت بده، این جفا هست به خون شهدا و مردم افغانستان خاموش نمیباشه و ما خانخواهی و دادخواهی خود برای رسیدن به حق قانونی مردم افغانستان ادامه میدیم. مسئله بعدی که من اینجا یادداشت کردم او ایست که ما باور داریم که حکومت های پشتوانه مردمی نداشته باشد. شما ببینید امیر آقای غنی به اطمره در ولایتشان کسی جای نمیته، مردمشان نمیپذیره. اگر واقعا اینا توانمند هستن یک بار به مردم اثبات کنن برن در ولایتشان با مردمشان بدون سلاح زندگی کنن. نمیتونم. تشکر آقای مخکک. آقای نوری میگن که هیچ تظاهر کننده دست به عمل غیر قانونی نزده و برای دادن آقای گلنبی احمدزی سوی دادستانی کل کشور هم جفا به حق این ملت است. گوری نن هم دی لاریون ته راوتلی و مخکې له دې نه چې دوی راوځي کابل ګارنیزون خپله اعلامیه خپره کړه چې هیڅ عمل هیڅ کار باید له قانون سره په ټکر کې نه وي. ولې په دوی باندې نن فایر ونه شو باوجود د دې چې راپورونه دا وو چې دوی سره بیا هم مسله افراد شته، د دوی په داخل کې بیا هم مسله افراد شته. ولې د افغانستان تکړه وتلي جنرال ښاغلي جنرال ملادري دوی ته ټوله امادګي وښودله چې موږ امادګي لرو، له دوی نه یې غوښتنه وکړه چې دوی باید د قانون مطابق د قانون د تظاهراتو مطابق له موږ سره همکاري وکړي او کوي نه کوي موږ امادګي لرو چې هر هغه څوک چې وغواړي چې خشونت ته مخه کړي او غواړي د افغانستان اجتماعي او امنیتي او ورځنی ژوند اخلال کړي هغوی ته موږ پوره امادګي لرو. سوال دا دی چې که په تېر ځل کې که چېرته سلا نه وه، ګډوډي نه وه، امنیت د افغانستان د ښار ګډ نظم خراب نه شو، ولې نن چا په دې فایر نه دا داسې ګډوډي وه؟ که نه په دې باندې ډېر ځله بحث سوی. اوس تاسو غږ واورېده د ښاغلي ګلنبي احمدزي او د ښاغلي حسن شاه فروغ، دوی په سراحت باندې امر کړی چې باید ډزې وسي په لاریون کوونکو، نو بیا څنګه لوی شهرمالي ما دې موضوع ته مخکې اشاره وکړله. دغسې په سلګونو او په زرګونو کلیپونه به زه په مدني ټو مدني په اجتماعي رسنیو کې در وښیم چې تصویر د یو چا فکر کوئ چې دا جعلی ده، اجازه راکړئ تصویر د یو چا غږ د بل چا د دې لپاره چې هغه متهم شي د هغه حیثیت له سوال لاندې راشي داسې کلیپونه خپاره شي. که غواړئ چې دغه کلیپ سند شي، که غواړئ چې دغه کلیپ کې چې ګلنبی احمدزی متهم وپېژندل شي، لاړ شئ دغه کلیپ کریمینل تخنیک ته، د افغانستان څارنوالۍ ته، د افغانستان عدلي او قضایي ارګانون ته د تدقیق او د څېړنې لپاره ورکړئ. ولې تاسو دا وړاندې نه کړ تر څو ګلنبی احمدزی متهم وپېژندل شي، مجرم وپېژندل شي؟ خو همدا واضح خبره ده چې دغه کلیپ رښتیا نه و، دغه کلیپ ساختګي ده، دغه کلیپ جعلي ده. که چېرته جعلي نه وای او دقیق وای، تاسو مهرباني کړی وای چې کله ګلنبی احمدزی متهم و تر قضایي تحقیق لاندې و تر استنتاق لاندې و هملته مو وړاندې کړی وای، نو بنا ډېر دغسې کلیپونه چې د افغانستان او نور هر هغه اسناد چې په قضایي مواردو کې دلیل او سند ثبتېدلی شي، که هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګان نه تایید نه کړي، هغه مدار د اعتبار نه ده. مننه. آقای نوری، آقای مخکک میگن که کلپی را که شما ارائه کردین جعلی است و به خاطر ترور شخصیت آقای گلنبی احمدزی ساخته شده و حتی گفتن که امروز هم در میان تظاهر کننده ها مسله وجود داشته. خیلی خنداور است. شما ببینین
اگر قرار می بود در دو وضعیتی که ما در پیش ما سلامی بود 12 و 12 جوزا که 6 تن از معترضین شهید شدند و در شب 27 رمضان که در نیمه های شب 12 به شب حکومت افغانستان میه خیمه ها را و مردم افغانستان از زیر چین تانگ میکنه و مرمی میزنه، حداقل ما یک پلیس از شهید کشته میساختیم. اما حکومت بارها گفتن که از جانب شما بالای اونها شلیک شده. اجازه بتین سند بتین، شما ببینید بی سند گپ زدن نمیتونیم. سالم احساس سرپرست قماندانی امنیه مستقیما در مقابل رئیس امنیت در پارلمان این ادعایی که جناب عالی میکند ردش کرد، گفت که هیچ پلیس ما بر اساس شلیک زخمی نشده و هیچ پلیس نداریم که بر اساس سلاح جاریه یا سلاح سنگین زخمی شده باشد یا کشته شده باشد. این هر به این معناست که مردم افغانستان رستاخیز تغییر با یک اعتراض مدنی حکومت گلوله بستش و به سینه ها و تقدیرش به مرمی زد. مسئله دوم، گفته های آقای مخکک از دو حالت بیرون نیست. یک، ما یک طرف حکومت داریم که قاتل مردم است و دیگه طرف معترضینی داریم که با دست خالی آمده اعتراض کرده و تنها خواستشان امنیت، رفاه، آرامی افغانستان از چیز بیش از این نیست. باور دارد که افراد که بارها خود حکومت همین را تایید کرده که در نظام سیاسی به عنوان ستون پنجم یا ذل سوم نظام وجود دارد که امنیت مردم افغانستان را به مخاطره مواجه کرده است، ما میایم میگیم این افراد باید برکنار شود. اینا چی خوبی دارن که هنوزم به قدرت هستن، هنوزم به مسئله دادگاه نکشیده. یک مسئله در اینجا دو حالت وجود دارد. حالت اولی که حکومت است که باید ما طرفداری شب کنیم قاتل است و مردمی است که شهید ساخته شده. من فکر میکنم که آقای محکک از یک حکومت قاتل از نیروهایی که قتل مردم انجام دادن طرفداری میکنن. مسئله سپاس دارم آقای نوری، فرصت ما تمام است. تشکر آقای محکک. آقای نوری میگن که شما از یک حکومت قاتل طرفداری میکنین. گوری امده حکومت چه دوی ورده قاتل وی؟ مشخص افراد شده چه دوی نسو استفاده که د استحصال د قدرت لپاره، مثلا څوک مشخصه کوي کغلی استحصال د قدرت لپاره، امتیاز د لبوی لپاره، د ما ادهو افراد لپاره چې غیر مسول واجب احترام دي ماشونه واړي دا اوس مشخص کسان چې دوی غیر ولی مشخص نه وای خلکو ته خلک مشکل نشته د دوی د تظاهرات نه سو استفاده سره دا اوس خپل لستونه سو استفاده څوک کوي دا اوس خپل لستونه ریاست جمهوریت ته وړاندې کړي کزمنګ د افراد مقرر کړي په امنیتی ارګانو کې دغه ادارو کې موږ د جنبش رسته خري کوي خلک غوړي چې پوسي تاسو ولې د ټول افراد چې هر خیمه ته 15 کرو افغاني ورکولې هغه اشخاص تاسو ټول ولې د چوک ول د خیمه چې حمایت کولې د خیمه ته د شپې ورتل امکانات ورکول هر خیمه ته 15 افغاني ورکول یو خبره بله دای چون ځوان د ډیر لنډه دای چون ځوان ده او نور ځوانان چې په دې حرکت کې زده نه غوښتنه کوم چې د خپل اهدافو د خپل کارونو مختلفو مسایلو کې لکه دقت نه کار واخلي. مثلا یو نمونه دا رنگ چې دوی انتخاب کړی دا په نور دنیا کې د نور کارونو لپاره استعمالیږي. ځوانان باید دقیق اوسي په خپل ټول دقت سره له ټولو مسایلو نه کار واخلي. مننه آقای نوری. در 20 ثانیه پاسخ شما ببینید رستاخیز تغییر در اولین اعلامیه و دومین اعلامیه خود ارائه کرد که یک جنبش مردمی هست و اما آقای مخکک میگن که افراد هستند که لست را برگ ریاست جمهوری فرسته تا تعیینات صورت بگیره. اجازه بدین ما هستیم در میدان. یک کمیته تصمیم گیری و رهبری 45 نفری دارن که به هیچ فرد ما در اعلامیه اول و دوم خود را کردیم که رستاخیز تغییر به هیچ نهاد سیاسی، به هیچ گروه سیاسی و به هیچ فرد سیاسی اجازه بهره برداری و استفاده از ما را نمیده. ممنون میکنم به سر به خود استاد هستیم. سپاسگزارم آقایان نوری و مخکک از حضورتان در برنامه کنونی ما و تشکر از همراهی شما. همچنان در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. این تظاهرات از شمال شرق کابل با حرکت کاروانی از خودروهایی که پرچم ارغوانی با خود حمل می‌کردند صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. در پایان تظاهر کنندگان با تجمع در جاده شهید مسعود در نزدیکی مکرویان با قرائت قطعنامه برخواست قبلی خود که اصلاحات در نهادهای امنیتی و برکناری شماری از مسئولان حکومت بود پافشاری کردند. این معترضان هشدار دادند که اگر دولت به درخواست آنان توجه نکند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. در پی اعلام تجمع اعتراضی توسط جنبش رستاخیز تغییر بیشتر جاده های منتهی به مرکز شهر کابل بسته شده بودند. نیروهای پلیس از بامداد امروز در نزدیکی مرکز مهم دولتی در مرکز شهر حضور سنگین دارند و جاده هایی که با مناطق دیپلماتیک و مرکز مهم دولتی در مرکز شهر ختم می شوند با استقرار کامیون ها بسته شدند. تظاهر کنندگان شعارهایی را با خود عمل می کردند که در آنها خواستار استعفای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری عبدالله رئیس اجرایی و محمد انیف اکبر مشاور شورای امنیت ملی شدند.
برخورد معترضان با نیروهای پلیس و همچنان شعارهای آنان نسبت به گذشته آری از خشونت بود و همچنین هرج و مرج میان نیروهای پلیس و معترضان صورت نگرفت. جنبش رستاخیز تغییر اعتراضاتی را به خاطر ناامنی سازمان داده است. این معترضان در پی انفجار مرگبار روز دوم جوزا در کابل دست به تظاهرات زدند و در کابل چادر برپا کردند. معترضان خانه برکناری مقامات ارشد امنیتی با شمول محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری هستند. گارنیزون شهر کابل که مسئولیت تامین امنیت این شهر را دارد و معترضان هشدار داده و گفته که در تظاهرات و اعتصابات اخیر مواردی که در قوانین نافذه کشور تسجیل یافته رعایت نگرده و باعث خسارات فراوان جانی و مالی شد. در اعتراضهای چند هفته قبل به دلیل وقوع درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس 5 نفر از معترضان در تیراندازی کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل خواسته است که حاملان کشتار معترضان در کابل محاکمه شوند. گارنیزون کابل افزوده که راه اندازی اجتماعها اعتصابها و تظاهرات از حقوق اساسی شهروندان است، ولی زمانی که این کار باعث مسدود شدن راهها متوقف شدن فعالیتهای اقتصادی شود به حقوق شهروندان آسیب رسانیده و مغایر با قانون است. نگرانی از حمله شورشان مخالف دولت به معترضان از نگرانی دیگر این نهاد است که از مردم خواسته در تامین امنیت با پلیس همکاری کنند. گارنیزون کابل از سازمان دهندگان و اشتراک کنندگان در تجمعی اعتراضی خواسته که به مناطق ممنوع همانند ریاست جمهوری، محله های دیپلماتیک وزیر محمد اکبر خان، مراکز و نهادهای نظامی، شفاخانه ها، مکاتب، کودکستان ها، محلات مهم تجاری و محلات محافظت شده وارد نشوند. این نهاد هشدار داده که در صورت نقض موارد قانونی سازمان دهندگان تظاهرات که هویت آنان نزد نهادهای امنیتی مشخص شده پاسخگو خواهند بود.